concerns me a little bit, frankly, as a global citizen, is that there seems to be a certain indifference, a certain trend towards appeasement. ژنرال جیمز جونز میگوید به عنوان یک شهروند جهانی آنچه مرا نگران میکند تمایلی است که به مماشات با رژیم ایران وجود دارد. ما وانمود میکنیم که رفتار این رژیم قابل پذیرش است، در حالی که پذیرفته نیست. رژیم ایران رژیمی نیست که بتوان از آن در میان خانواده کشورها استقبال کرد. نمیتوان وانمود کرد که همه چیز خوب است. این رژیم حامی تروریسم است. از شبه نظامیان در یمن حمایت کرده و خاورمیانه را بی ثبات می کند. از حزب الله حمایت می کند. نقشی فعال در وضعیت حل نشده فلسطین و اسرائیل دارد و به وضوح قصد دارد اتوبانی از تهران تا بیروت بکشد، یعنی از سراسر شمال عراق الی آخر. به همین دلیل رژیم ایران رژیمی نیست که بتوان در برابر آن ساکت ماند. شما از اتحادیه اروپا در مورد رفتار این رژیم چیزی نمی‌شنوید. شما از برخی از متحدان سنتی ما در این باره چیزی نمی‌شنوید. فکر می‌کنم این مایه شرمساری است. ژنرال جیمز جونز افزود باید به متحدان و شرکای ما در منطقه اطمینان داد با آنها موافقیم که رژیم ایران یک تهدید است و باید با آن قاطعانه‌تر برخورد شود. آمریکا منافعی حیاتی در کمک به دوستان و متحدانمان دارد. ما این تعهد را با حمله به پایگاه هوایی در سوریه به نمایش گذاشتیم. پایگاهی که از آن برای تسلیحات شیمیایی توسط بشار اسد استفاده کرده بودند. And we demonstrated that almost immediately by attacking the airbase in Syria in response to the use of chemical weapons by Bashar al-Assad. That had an immediate turnaround effect that okay, we're back to status quo, and the relationships are better. عودة من جديد للتطورات الإيرانية، ينضم إلينا مرة أخرى من واشنطن المختص في الشأن الإيراني. تلفزيون الأخبارية العربستان السعودي گزارش داد دونالد ترامپ و دولتش همگی متفق القول هستند که سران رژیم را که دست به سرکوب و شکنجه تظاهر کنندگان می زنند باید مورد حسابرسی قرار داد. چگونه می توان با استفاده از حمایت بین المللی به تظاهر کنندگان ایرانی کمک کرد؟ خلال الأيام الماضية لأن هذه الاحتجاجات قد انتهت فعليا. يعني نظام الولي الفقيه أراد من خلال الكلام المعسول الذي يقدمه حسن روحاني إلى العالم أراد أن يخفي هذه البشاعة الموجودة حول غمع المحتجين وقتلهم في السجون أو إعدامهم في السجون وتعذيبهم. لذلك أنا أعتقد الأوروبيين والولايات المتحدة. حسن هاشميان تحليلگر أمور إيران میگوید رژیم ولایت فقیه تلاش می‌کند از طریق حسن روحانی این وحشیگری‌ها را که در سرکوب تظاهرکنندگان به کار می‌گیرد و آنها را در زندان‌ها به قتل می‌رساند و یا آنها را در زندان اعدام و شکنجه می‌کند از چشم جهان مخفی کند. فکر می‌کنم آمریکا و اروپایی‌ها این موضوع را فهمیدند و بر روی این موضوع تمرکز کردند. أعتقد أن إذا حسن روحاني أراد أن يعطي صورة وردية لنظامه في ظل هذه حسن روحاني تلاش کرده در برخورد با این اعتراضات و دستگیری‌ها چهره رژیم را مثبت نشان بدهد ولی شکست خورد. تدخل عقوبات والاتحاد الأوروبي أيضا يتوجه إلى هذا الأساس. إضراب الآن إضراب موظفي محطات الوقود في أصفهان، هل نتوقع انتشارا لمثل هذه الاضرابات؟ بعد از سرکوبی تظاهرات الان کامیونداران سوخت در اصفهان اعتصاب کردند. آیا این اعتصاب می تواند در سراسر ایران گسترش پیدا کند؟ هذه الظاهره يعني الشعب الايراني اذا تتيح له اي فرصه سينزل للشارع. مردم ایران اگر هر فرصتی پیدا کنند به خیابان می آیند و علیه رژیم ولایت فقیه به عنوان یک رژیم فاسد و قاتل و نامشروع تظاهرات می کنند. سراسر ایران ملتهب است. اعتصاب معلمین و پالایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد و مردم ایران اگر هر فرصتی برای اعتراض پیدا کنند آن را از دست نمی‌دهند. این رژیم خیابان‌های ایران را به پادگان تبدیل کرده. به همین دلیل با هر گونه عقب نشینی از این لشکرکشی سرکوبگرانه در خیابان‌ها شاهد تظاهرات خواهیم بود.
آمریکا می بایست به مردم ایران کمک کند، به ویژه در زمینه اینترنت. با اینترنت گروه‌های مردم می توانند با هم هماهنگی کنند و به خیابان‌ها بیایند. این امور بسیار حساس است. یعنی مسئله جدا مهمه على الدول التي تريد تساعد الشعب الايراني خاصه الولايات المتحده عليها ايصال الانترنت الى الشعب الايراني. الشعب الايراني من خلال الانترنت ومن خلال الشبكات الاجتماعيه يستطيع ان يحصل قياده وينسق بعض مع بعض ويدخل الى الشارع.